سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از ماه آوریل تا جوان سال جاری میلادی 858170 تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و 532854 نفر نیز به این کشورها مهاجرت کردند. این سازمان با نشر گزارش سماهش آمار داده که 54 درصد از این افغانستانی ها به شکل اجباری 46 درصد به طور داوطلبانه و 39 درصد نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران بازگشتند. سازمان جهانی مهاجرت همچنین گفته است که در این مدت با 81299 نفر مصاحبه کرده و دلایل آنان را از ورود به افغانستان و یا خروج از این کشور پرسیده است. سازمان مهاجرت در ادامه میگوید که از اول سال جالی میلادی نظارت و ارزیابی رفته آمد در مرزهای افغانستان را دوباره آغاز کرده است. بر اساس این گزارش سیاست های کشورهای ایران و پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران بدون مدرک باعث افزایش بازگشت کنندگان به افغانستان شده است گفتنی است با وجود تلاش نهادهای حقوق بشری برای حمایت از مهاجران و پناهجویان روند اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان و ایران ادامه دارد روز یک شنبه هفته جاری نیز وزارت مهاجرت و عودت کنندگان طالبان گفته بود که نزدیک به دو هزار مهاجر از ایران و پاکستان مجبور شدند که به کشورشان بازگردند.